رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. سلام بفرمایید. اول اینکه خیلی خوشحالم دوباره باهاتون صحبت میکنم و اینکه خدا سایه شما رو از سر ایرانیا کم نکنه. لطف دارید. من خیلی دوستتون دارم، همسرم هم خیلی از وقتی که با شما آشنا شده بهتون علاقه من شده، با وجود اینکه ایرانی نیست ولی هی به من میگه که بگو که من هم خیلی دوستشون دارم و بهشون ارادت دارم. لطف و محبتن. خب الان بفرمایید جان، چی میفرمایید؟ من شوهر عیدا مراد، داماد ترکیه های دکتر. بسیار عالی. به هر حال امیدوارم که I hope that she's kind and nice to you because you are, but anyhow. Thank you very much. Okay. You are welcome. کجایی هستن ایشون؟ دو سال پیش با شما تماس گرفتم و در خصوص ازدواجم با شما هم در واقع صحبت کردم و ازتون راهنمایی خواستم. اون موقع به من گفتید که صبر کن، روابط سطحی داشته باش، خودتو به ضرر و خطر ننداز و من طبق فرمایش شما صبر کردم. بعد از یک سال از اون تاریخ با همین همسرم نامزد کردم و بعد از یک سالش هم عروسی کردم. الان 7 ماهه که ازدواج کردم در واقع. هر دو چند سالتونه؟ بله، همسرم 39 سالشونه، 2 نفر هستن، خواهر برادر، یه خواهر بزرگتر از خودشون دارن 3 سال و پدرشون فوت کرده، خواهر و مادرشون در واقع هستن. کجایی هستن؟ و ترکیه ای هم هستن. و شما از کجا تلفن میکنی؟ از ترکیه، استانبول. آگه خود شما فرزند چندمی؟ بله، من 29 سالم آقای دکتر. ما هم 3 تا هستیم. یه خواهر بزرگتر از خودم دارم 1 سال، یه برادر کوچیکتر از خودم دارم 6 سال. من هم در واقع توی تقریبا از 6 سالگی پدر مادرم از همدیگه جدا شدن و ما هم به این شکل با مامانمون، در واقع مامانمون ما رو بزرگ کردن. شما چند سال ترکیه هستید؟ الان نزدیک 3 سال تموم شد، رفت 4 سال. تا تنها اومدید یا با خانواده اومدید؟ من آقای دکتر فرصت شغلی مناسب برام پیش اومد، همراه مادرم اومدم و بعدش هم برادرم اینجا دانشگاه قبول شد و ایشون هم اومدن اینجا. بنابراین هر سه شما الان حدود 3 سالیست در ترکیه هستی؟ بله بله، هر سه ما ترکیه هستیم. حتی میتونم الان بگم 3 سال هم گذشته. من تقریبا 8-9 ماه بود که با در واقع ترکیه بودم که با همسرم آشنا شدم. بعدش هم 2 سال با هم دیگه در ارتباط بودیم. 7 ماه هم هست که ازدواج کردیم. متوجه. شما هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ من لیسانس بیوتکنولوژی دارم آقای دکتر، MBA هم از تهران گرفتم، دانشگاه علم و صنعت. و توی ایران به محض اینکه لیسانسم تموم شد وارد صنعت دارو شدم، اونجا داروسازی کار میکردم. بعد هم دوباره توی ترکیه برام فرصت شغلی توی همین صنعت به وجود اومد، یعنی من دنبالش بودم که خارج بشم از ایران به وسیله شغل. بعد باز هم تو ترکیه دارم توی صنعت دارو به عنوان مدیر فروش کار میکنم، مدیر فروش در واقع صادراتی. همسرم ایشون هم لیسانس مهندسی کامپیوتر دارن، MBAشون رو لندن انجام دادن، خوندن و تقریبا فکر کنم 5 سال اینها لندن زندگی کردن، 5 سال قبرس زمان لیسانسش زندگی کرده، یعنی 10 سال از خانوادهش دور بوده. و بعدش برگشته ترکیه و الان نزدیک 10 سال هست که ترکیه زندگی میکنه. بسیار عالی. خب چه خبر است بینتون عزیز؟ آقای دکتر، من خیلی قبل از ازدواجم با دقت، با توجه به اینکه حالا پیشینه خودم و خانوادم یه کمی سخت بود توی از لحاظ خانوادگی منظورمه، یعنی پدر مادر خودم جدا بودن، من خیلی سخت انتخاب کردم. خیلی هم برای هر قدمی که برداشتم دقت کردم، با وجود اینکه مثلا آقایون ترک خیلی به بحث مثلا تست ازدواج و اینجور چیزها مثلا اینجا خیلی مثل ایران اهمیت نمیدن، ولی من ازش خواهش کردم که مثلا تست MMPI بدیم، تست شخصیت دادیم و
با مشاورات با مشاوره صحبت کردیم، من دوبار با شما تماس گرفتم و در نهایت این تصمیم رو گرفتم و الان خوشبختانه از انتخابم راضیم و خوشحالم و خوشبختم، حتی میتونم بگم تو این 7 ماه. فقط یه 2-3 تا مسئله هست الان توی مدت زمان کوتاهی که من ازدواج کردم که نیاز برای اینکه این تصمیم رو بگیرم باز هم از شما مشاوره بگیرم، به خاطر همین مزاحمتون شدم. بفرمایید. یکی آقای دکتر، بحث در واقع ما الان بعد از ازدواجمون تقریبا ما 7-8 ماهه که اومدیم خونه خودمون، یعنی من هنوز شرایط پایدار و استیبلی که باید توی ترکیه داشته باشم تازه احساس میکنم به اون نقطه رسیدم. یعنی مثلا اینطور بهتون بگم، من لیسانس گرفتم، مستقیم رفتم سر کار، بعد پشتش رفتم دوباره دانشگاه برای ارشد، بعد ترکیه مهاجرت کردم، استرس های اقامت رو کشیدم، بعد حالا منتظر شدم جاب خانوادم بیان، بعد شغلم رو تغییر دادم. یعنی توی این چند سال گذشته من خیلی همش شرایط ناپایدار و محرک داشتم. بعد خب الان که ازدواج کردم قشنگ با این تصور که خب الان به یه آرامشی رسیدم و الان دیگه میتونم راحت مثلا حداقل بگم که آره مثلا حداقل 3-5 سال توی این خونه دارم میخوام زندگی کنم، توی در حال حاضر یه شرایطی برای همسر من پیش اومده، یعنی یه پیشنهاد کاری برای همسر من پیش اومده که ایشون دوباره میخوام یه احتمال زیادی مثلا شاید 70% وجود داره که مثلا ما از اینجا بخوایم جابجا بشیم. کجا یعنی جابجا؟ از ترکیه جابجا بشیم به کشور، یکی از کشورهای عربی، احتمالا مثلا به سمت امارات. بعد من مطمئن باش مخالفم. بله. مخالفم برای که شما از ایران آمدید اونجا، ایشون ترک هستن، مادر و برادر شما اونجا هستن، هیچ دلیلی برای رفتن شما به امارات نیست، فایده نداره. چه شغل و کاری؟ آقای دکتر در واقع من اون مشکلی که همه ما ایرانی ها همیشه شما بهش اشاره میکنید که ما وابستگی و مهرطلبی داریم، من همون وابستگی رو دارم، ولی با این حال همش فکر میکنم که اگر مسیر رشد همسر من مثلا توی اون قضیه باشه من میتونم باهاش کنار بیام، ولی از یه طرف دیگه هم آخه مسیر رشد نیست. چه مسیر رشدی؟ ایشون تو کشور خودشه، اونجا مثلا معلومه که برخی از کشورها ممکنه 2 برابرم حقوق بهش بدن، ولی یک شما خارجی هستید، 2 تمدید ویزا همیشه مثلا از بعد از یه مدتی قواعد یا طرف خوشش شیخ خوشش نمیاد همه رو بیرون میریزه. یعنی من نگران اینم که مثلا اگر ما این کارو بکنیم، الان در موردش صحبت میکنیم، موضوع خیلی جدی جدی جلوی پامون نمیاد، ولی وقتی مثلا من احساس میکنم اگه ما وارد اون فضا بشیم، شاید حداقلش اینه که الان میگم خانوادم پیشم، من هر چیز دیگه هم که باشه، ولی اون موقع هم من شغل خودم یکمی مثلا به خطر یکم که نه حتما مثلا تعجب میکنم، مثلا چای سوال ندارم، شما در اینجا در حدی که به شما مربوطه و میتونید شما باید باش مخالفت کنید، مسئله رشد ایشون نیست. و غالب اوقات ایشون یه مدت هم انگلستان بوده، یه مقدار برای گریز از اونجا آماده است، ولی خانوادهش اونجا هستن، شما اونجا هستید، خانواده تو اونجاست، شما بعد از این همه سرگردانی و پایین و بالا بودن و دودل بودن و نامشخص بودن یه ثبات و قرار پیدا کردید. برای ایشون 39 سالش و شما 29 سالتونه، وقت اینه که صاحب فرزند بشه دیگه، کجا میخواید جا به جا بشید؟ آها دقیقاً آقای دکتر، موضوع دوم، سوال دومم که اینجا یادداشت کردم همینه. الان من اگه بخوام صاحب فرزند بشم، با توجه به اینکه همسرم هم 39 سالشه، منم 29 سالمه، خب من دوست دارم حتی حالا خیلی خب ایران نشود، من دوست دارم که حداقل فرزندم رو توی ترکیه به دنیا بیارم. بعد هیچ موقعیت قطعی هم وجود نداره که مثلا ما بینیم اونجا 6 ماه میمونیم یا 2 سال میمونیم. اصلا اونجا موضوعش منتفیه، من نمیدونم، شما اون کار بکنید اشتباه بزرگی. آخه آقای دکتر من نمیتونم بهش، نه اینکه نمیتونم بگم و من نمیخوام بهش بگم که نرو، که مثلا 5 سال دیگه 10 سال دیگه بگی که اگر مثلا میرفتیم شاید شرایطمون بهتر میشد. بگید حتما بهتر میشد. نه صبر کنید، از ما که بر اساس احتمال آینده حرکت نمی کنیم، تصمیم درست رو الان باید گرفت، بعد مثلا معلوم شه اشتباه بوده، بوده که بوده. و اگر اینجا بیاد شما به هم بریزید همه چیز از دست میدید، کار خودتون به هم میخوره، خانواده جدا میشه، مادر و خواهر گرفتار میشن،
که چی، که مثلا درآمد آخه اون چه شغلی بهش پیشنهاد کردن که دفعه در بهش باز شده؟ اونجا خب پوزیشن خیلی بهتری بهش خب پیشنهاد چند کردن، میلیون؟ مثلا اینجا مدیر پروژه است، اونجا میشه CEO. و خب اینکه کفر به الان جای اونجا 5 تا میشه کارمند 50 تا کارمند زیر دست شد. نه عزیزم، اینا که بعدم هزینه هاش و رفتنش دیگه. من متوجه هستم، برمیجرد است که خیلی از اوقات مسئله که فقط مسئله مالی نیست. شما حرفتون است که من یه دختر ایرانی هستم، اومدم اینجا ترکیه، زبان ترکی رو یاد گرفتم، مادر و خواهر من اینجا هستم، من با تو ازدواج کردم، ازدواج خوب و خوشی داریم، داریم اینجا زندگی میکنیم، حتما میتونه یه جایی باشه که پول بیشتری داشته باشه، یا حتی به جای 5 نفر 15 نفر زیر دست تو باشه، که یعنی مسخره است. پاشیم بریم اونجا، تازه بریم، حالا زبون رو نمیدونیم، با یه ویزای اونجا وارد میشیم، یه سال بعد ممکنه ببخشید اردنگی بزنم بندازن اون بیرون. بله دقیقا، تمام استرس هایی که من توی این 2-3 سال اینجا کشیدم دوباره از صفر، دوباره توی یک کشور بنابراین دیگه باید محکم بکشم، به بیستید، علاوه اینکه بگید من نمیکشم، من از پا در میام، من نمیتونم. بله خیلی ممنونم آقای دکتر. بعد موضوع دوم که میخواستم با شما مشورت کنم، بحث کلا بچه است که شما هم شما دیگه فرمودین یک سالی با صبر کنید، یک شما سال حداقل الان 7 ماه ازدواج کرد، بله حداقل 2 سالی با صبر کنید، برای که ازدواج در 2 سال اولش، حالا با توجه به خارجی بودن، حتی 2 یا 3 سال صبر کنید، بعد بچه دار بشید. آقای دکتر شما 2 یا 3 سال میگین؟ یعنی من با توجه به سنامون یه کمی نگرانم که مثلا فاصله سنی شما اون اصلا بچه‌مون با ما شما خیلی نه زیاد. اصلا مطلقاً این حرف معنایی نداره. جنریشن گپ، فاصله نسل ها به دلیل سرعت تغییرات هست، اصلا معنی نداره. شما 40 ساله باشید جوان، بچه جوان داشت باشید یا 50 ساله، چه فرق میکنه؟ نه عزیزم، اونو مطرح، حتی برای همسرتون فرق نمیکنه، چرسه به شما. بعد خب آقای دکتر هم میگم الان در حال حاضر همه چی خوبه، ولی ما هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ مذهبی یه کمی با هم، یعنی با هم دیگه متفاوتیم. من به خاطر همه یه کمی هم این ماجرای موضوع مذهبیتون با چیه؟ شما، ماجرای مذهبیتون چیه؟ ما هر دو مسلمونیم، منتها ایشون سنی هم من شیعه هم. حالا تا الان که هیچ مشکلی بینمون نبوده و همه هر دوتامون به ممکن همدیگه و به عقاید ممکن همدیگه احترام تموم میذاریم. شده رفت، بعد ما تفاوت نیست، رفتن کشورهای عربی مسئله شما رو میتونه بیشتر کنه، برای که اونجا یه مقداری جدال میان شیعه و سنی واقعی تره تا یه جایی مثل ایران یا ترکیه. بعد آقای دکتر الو، مسئله اینه که اینا در واقع مثلا همسرم الان مثلا میگه که از برای مثلا سال بعد، 1 سال آینده ما موضوع بچه رو با هم دیگه صحبت کنیم، ولی طبق همونجور که شما هم گفتین من احساس میکنم که حداقل نیاز به 2 سال دیگه هست. حالا یه سال سر این چونه نزن عزیزم، اون اونقدر برای این چونه زمان درست نزنم، من نه دیگه مهم، خیلی نه دیگه، کنزرواتیو شدم آقای دکتر. نه دیگه، بنابراین شما یه سالی صبر میکنی، چون یه ذره 7 ماه کمه، یه سالی صبر میکنی، با توجه به شرایط تصمیم میگیری. نه بازی دیگه در نیار، اینجا دیگه به میل او عمل کن، اقلا یه جایی نظر او باشه، ولی یه سال صبر کنید، بعدم توی این مدت خودتون آماده کنید، از نظر کارتون، از نظر برنامه ریزیتون، دو تا بچه هم با فاصله 20 تا 35 ماه بیارید و شر کار رو هم بکنید دیگه. بعد آقای دکتر یه چیز سوال نهایی هم ازتون بپرسم. ما توی تست NMPI که دادیم به من در واقع ایشون گفتن که هر دوتاتون زمینه خفیف افسردگی دارین، و من گفتن که شما شخصیت یکم موتیه، نیاز نیست انقدر موتی باشه، یکم سعی کن که خودتو چیز کنی، حرفت اگه حرفی داری بزن. و بحث دیگه هم این دوتا به من گفتن. بعد این الان این که ما هر دوتامون زمینه خفیف افسردگی داریم، این ممکنه بعدن که ما نه اگر بخوایم برحال بچه برحال دار با یه مقداری واقع بینانه و معقول منطقی عمل کنید. سیدی افسردگی رو شما حداقل خودت بشنو، ایشون هم کمک کن، ایشون هم یه منابع باشه یا منابع مشترک ترکی یا انگلیسی پیدا کنید، نگاه کنید. نه اونو بی خودی بهانه نکن، نه به بچه اونقدر مرتبطه، نه به خودتون، ولی سفرتون به نظر من افسردگی رو بیشتر میگه توی کشور عربی. بسیار
خیلی ممنونم، خیلی بنابراین لطف خیلی کردید. صمیمانه صادقانه بگو که منو دیگه به خودی من به هم میریزم، مسئولیتش هم خودت قبول کن، اشتباه هم اگر 5 سال 10 سال دیگه بود زنگ بزن بگو تقصیر تو شد، اون وقت من بعد آقای خسارتون دکتر یک یه بار چیزی بپرسم، اگر مثلا میگن شرکتشون اینجور باهاشون هماهنگ کنن که مثلا شما 6 ماه مثلا برو اونجا ببین اصلا شرایطش چطوریه، میخوای بری یا نری، توی اون 6 ماه و من بتونم از دور کار کنم با توجه به اینکه تو شرایط کرونا این فرصت رو من سه ممکنه ماه رو شرکت بده. موافقم اگر شما برید اونجا، ولی 6 ماه نه. یه بار دیگه میگید آقای دکتر، گفتم سه ماه رو موافقم، 6 ماه طولانی است، به همتون یعنی میریزه. چون سه ماه به این نظر میرسه که داره تموم میشه، بذار ببینیم چه تجربه ای هم هست. ولی 6 ماه به همتون میرسه. بعد اگه زمانش مثلا توی انتهای اون 6 ماه دیدم که نمیتونم و نمیکشم، اونجا بهش میگم که خب من واقعا منم جوابو میتونم و میدونم که شما نه میتونید نه میکشید. از اولش مشخصا بهش بگم که از اولش نمیتونم بهش و بگو اگر میشه بیا دست از این ماجرا بردار، راضیش کنید، حالا هر کاری ممکنه، نازش کنید، نوازشش کنید، تو سرش بزنید، موافقت شو بگیرید و نرید. ولی اگر هم شد دیگه حد اکثر 3 ماهه، ولی به جایی نمیرسید چون ما مطمئنم هر رو برمیگردید. ماجرای این کشورها اینا برای یک کار توریستیه، مثل آدمایی که میرن تو این شهر مثلا هنگ کنگ و نمیدونم مکاو اینا میرن و خودی هم خوش میگذره، ولی اینجا جای زندگی نیست عزیز. ممنون آقای دکتر. یه مواظب سوال خودتون آخر بپرسم اگه وقت دارین؟ بفرمایید. بعد آقای دکتر سوال آخر من در مورد بحث تقسیم در واقع مالی ماست. من تازه ازدواج کردم، من CD 50 باید نباید ازدواج و چرا ازدواج چرا طلاق هم گوش دادم هم کامل نوت برداشتم. توی اون CD هم کامل شما توضیح دادین که اصلا تقسیم بندی باید به چه شکلی باشه. فقط من یه سوالی که دارم ازتون اینه که همسر من یه سرمایه گذاری بین، یعنی مثلا با خانواده خودشون دارن که اصلا اون درآمد توی خونه ما خیلی نقشی نداره و نمیاد. من هم اصلا به اون دخالتی نمی کنم و کاری ندارم. اون قسمتی که مربوط به ماه، من فقط به این فکر میکنم که خب شما برای خودت یه جداگانه یه سرمایه گذاری داری و من هیچی در واقع هنوز برای خودم ندارم. به خاطر همین از درآمد خودم یه مبلغ تو مشخص میخوای برای تو میخوای طلاق بگیری؟ نه چرا همچین کار کنم؟ برام دست از این مسخره بازی بردار. از حالا به ادعای نمیدم تو اونجا هستی منم اینجا هستم، نکن عزیز. تو نه من بدن فقط تو این باید میخواستم بگم نه این نه درسته تو که آره هست درسته با خانوادهش هست، ول کن. نه آقای دکتر من اصلا کاری به اون قسمتش ندارم، اون اصلا من برام حل شده است. من من اصلا چطور برام چطور فکر کنی من نفهمیدم چه داری چی میگی؟ من تو فقط چرا میگم میخوای که هر دو تامون تقریبا مثلا دو برابر من درآمد ایشونه. خب من دارم میگم که من باید یه مبلغی از درآمد خودم رو کنار بذارم برای خودم و بقیهش رو بذارم توی اون حساب مشترک، یا اینکه نه از اولش هر چی که میگیریم بذاریم وسط. تو میخوای طلاق بگیری؟ آی دکتر نه. پس ساکت باش، حرف بیخودی نزن. تو فکر کردی من نفهمیدم تو چی مزخرفی داری سر هم میکنی؟ ول کنی مسخره بازی رو. رفتی ترکیه، شوهر ترک کردی، اونجا هستی، اون با خانوادهش چیزی داره، داری زندگی میکنی، دو برابر تو در میره، ول کن. حالا یه دفعه تو هم میخوای برای خودت سرمایه ای داشته باشی، برای چی؟ گفتم از شما بپرسم. منم جوابم خیلی تند دارم، من اولم بهت گفتم برای که خواستم همیشه اثر شما بذارم. همینطور منو دعوا میکنی، یک منو بار دعوا میکنم من به برای شما که حرف زنگ بی خودی زدم. میزنی، من اصلا کوتاه نمیام، اصلا باورم نمیشه تو رو. اصلا فراموشش کن، هر چی پول داری بیار بذار در وسط، اونم هر چی پول داری بذار کنار، مهم نیست، بازی در نیار. هرچی شما بگید. بهشم اصلا الان اینو بگو که گفت اگر بهش قبل مطرح کردی بگو با هم دعوا کرد، خوشبختانه دم دستش نبوده، ولی نشسته ولا... آقای دکتر نشسته اینجا کنار من داره گوش آره. میده. نه بهش هم بگو که ولا گفت که شانس آورد شوهرت کنار که دم دست برم نیستی، ولی یک کشیده رو خورده بود. خدا نگهدارتون. مرسی آقای دکتر. Absolutely, you're more than welcome.
برحال. مرسی آقای خدا دکتر، ممنونم. نگهدارتون، خواهش میکنم. شدی همراه بفرمایید. الو، سلام علیکم آقای دکتر، خوب هستین؟ سلام، متشکرم، بفرمایید. من یک مدت چند ماهی است که با شما آشنا شدم و ویدیو های اعتماد به نفس و شخصیت های مختلف رو گوش کردم و حرفاتون رو خیلی دوست داشتم، برای همین گفتم که زنگ بزنم راجع به خودم هم یکمی حرف بزنم. من 37 سالمه، ساکن کانادا هستم، از طریق تحصیل اومدم برای مقطع دکترا. بعد مجرد هستم. چند سال کانادا هستید عزیز؟ چند 7 ساله. و فرزند چندومی؟ من خانوادم از لحاظ مالی و زندگی خانوادگی کمی مشکلات زیادی داشته. من فرزند سوم خانواده هستم، ولی پدر و مادر من از هم جدا شدن. یعنی بابای من خیلی آدم خیلی مذهبی، نه منظورم آدم مذهبی بود، ولی چون پدر خودش رو از دست داده بود و مسئول خانواده شده بود، دیگه تو زندگی خودش هم موفق نبود. بعد از اینکه از مادر من جدا شدن، بعد من تو سن مثلا فکر کنم 1-2 سالگی از هم جدا شدن، بعد در سن 6 سالگی هم دوباره ازدواج کردم و متاسفانه اون ازدواج هم کاملا اشتباه بود و خانومی که گرفتم خیلی خانم بد اخلاق و خودخواهی بودن و این زندگی خیلی طول کشید و شرط مالی ما هم اصلا خوب نبود، تا اینکه ما مثلا من لیسانسم رو گرفتم، بعد ارشدم هم گرفتم، تو دوری ارشد اینا دوباره از هم جدا شدن، بابام با اون خانمم 3 تا فرزند آوردن و همیشه من این استرس اینو داشتم که وقتی که راجع به خانواده میخوام حرف بزنم، بیشتر راجع به مشکلات خانواده است. یعنی اون ظاهری که نشون بدی به بقیه ظاهر خوبی نیست. بقیه مثلا راجع به مثلا پدر مادر یا خوبی ها و خوشی ها حرف میزدم، من خیلی تو این زمینه چیزی نداشتم بگم و این منو ناراحت میکرد. ولی پناهی که مثلا میبردم همون پناه درس و مثلا بعضی از کتاب خوندن و یا مثلا کتاب های روانشناسی میخوندم و که به خودم کمک کنم. کنم پدرم من یکمی، یعنی زندگی که مثلا از چیزی یاد بگیرم زیاد نبوده دیگه. حالا من یه سوالی ازتون دارم، صبر کنید. با وجودی که در سن 2-3 سالگی پدر و مادر از هم جدا شدن، چرا شما با مادر نموندید و با پدر موندید؟ خب به خاطر خب ایران کشور حق فرزند رو به پدر میدن. بعد مادر من از لحاظ نه آخه دختر تا 7 سالگی، نه صبر کنید عزیزم، نه قانون در حدی که من میدونم تا 7 سالگی در حقیقت در اختیار جهاشون نمیدونم. راستش نه، چرا مادر قبول نکردن که شما رو داشته باشن؟ نمیتونستن یا نخواستن؟ مادر من خیلی آدم روستایی بودن، بعد اصلا سریخور بودن، یعنی که مثلا چیز خاصی مثلا هم برادرش حقشون میخورد، هم مثلا از شوهر خیلی چیز نبود، خودش هم زبانی نداشت که مثلا. نه متوجه شدم عزیز، من خواستم ببینم که آیا مادر نخواستن و نتونستن یا اینکه دلایل دیگری داشت. خب به هر حال شما بالاخره بزرگ شدید، ولی آخه چرا اهمیت براتون داره که در سنای بالا پدر و مادر شما که مادر ناتنی بوده جداشون، خوشون که شدن؟ چرا این برای شما موضوع مهم؟ آره موضوع مهم اینه که از لحاظ شاید همیشه یه غم و غصه بوده که به پدرم میگم که مثلا زندگی شما مثلا میخوام حرف بزنم با یکی. خیلی خب حرف بزنید. نه صبر کنین ببینید عزیز، صبر کنید. من بارها خدمت دوستان عرض کردم، بیش از 17,000 نفر رو تو کنفرانس های کودک در اون هیپنوتیزم کردم، یه نفر خوشحال نه، همه کودکی بدی داشتن، فقط به درجات مختلف. درسته که مردم مثل قاب عکس هایی که دارن، ببخشید، مثل آلبومی که دارن 20 تا عکس خوب انداختن از شادی ها، ولی از 2000 تا ایام سخت و تلخشون حرفی نزدن. به هر حال شما توی یه جمعی میشستید، یه عده‌ای حرفی برای گفتن درباره کودکیشون داشتن، شما نداشتید. خب نداشتید که نداشتید، شما ساکت بشید برای این خوشحال. من نیست که واسه من اینه که من خیلی دوست دارم که خانواده داشته باشم، خیلی دوست دارم که بچه داشته باشم، ولی شرایط زندگی اینجا هم
ایزوله میکنه تقریبا تا یه حدی آدم ها رو. بعد اینکه خب من رشته من فیزیکه و در این زمینه دکترا گرفتم و رشته خیلی آسونی هم نیست، یعنی الان هم که کار میکنم خیلی وقتم میگیره. و اینکه نه صبر کنید. اولا من ظرف 10 سال گذشته یه شاید 40-50 نفر دوستانی که فیزیک و ریاضی خوندن آمدن و من چون باورم این بود که اون کسی که بیشترین توجه رو به واقعیت یا به زمینه‌های تجریدی و انتزاع و ابستراکشن داره کسایی که ریاضی خوندن و فیزیک، ولی در عمل دیدم مثل اینکه کاربرد اینا، حتی اونا که ریاضیات کاربردی خوندن، اصلا با واقعیت یه داستان دیگریست. یعنی مثل اینکه مثلا کره زمین رو از 100 کیلومتر اونورتر می‌بینن. الان هم شما دارید اون رو من نشون میدید. شما اولا حرفتون کاملا درسته که در کودکی چاره جز پناه بردن به درس نداشتید، ولی همینقدر که یه فرصتی پیدا کردید باید به جنبه ها و جلوه های دیگر زندگیتون اهمیت میدادید. بعدم خب بله مهاجرت کردید آمدید، اولا شما تو سن 30 سالگی ایران بودید، بنابراین اقلا 6-7 سالی 8 سالی از 22 سالگی بعد مسئله ازدواج مطرح بوده نکردید. بعدم اومدید اونجا درگیر درس شدید به قول خودتون، ولی درگیر درس شدن که منو چیز بقیه زندگی متوقف شده. آدم حمامش هم میره. درگیر درس بودن هست و یکی هم که بلد نبودن هم هست دیگه. یک نه 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 قصه نه 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 من متوجه هستم. متوجه هستم چی میگید. آخه ماجرا این است که ما که قرار نیست سرمون بنزیم پایین از یه مسیری بریم. اصلا هوش یعنی تنوع در سازش. شما معلومه دختر بسیار بسیار باهوشی هستید. بنابراین به بعضم توجه کنید، به جنبه های دیگر زندگی هم با اهمیت بدید، ولی شما آمدید از یه برخورد اولیه که تنها مسئله اصلی و اساسی در زندگی درس خوندن استفاده کردید. و این با توجه به خواستتون در جهت تشکیل خانواده به خاطر نداشتنش در کودکی و بچگی همه اونا رو زیر پا گذاشتید. این درست مثل این است که آدم برای مثلا آرایش سر و صورتش اصلا متوجه نباشه که بیفته تو چارچوبه دو تا پاش مثلا بشکنه. خب بعد بگه که من اینقدر مشغول صورتم بودم و مواظب بودم که مثلا آرایشش به هم نخوره و باد می آمد نمیخواستم آرایش سرم و اینا به هم بخوره، جلو پام نیدم افتادم تو چاله. آخه شما عملا دارید به من اینو میگی و این اون جای گرفتار کنه. هر لحظه زندگی خب یک سری اصولی هست، یک چیزی هایی هستن که مهمه دیگه. مثلا اون گزینه هایی که جلوی رود هست از اونها انتخاب میکنی دیگه. مثلا کار کردن و یا مثلا درس خوندن یا پول در آوردن یک گزینه‌ای بوده که یک ثباتی به من میداد. به هر حال من چون تنهایی اومدم اینجا و پشتوانه هیچ نوع مالی نداشتم، باید این پشتوانه مالی رو برای خودم ایجاد میکردم. ولی اینکه چجوری وارد بشم که مثلا ارتباطات برقرار کنم، خود ارتباطات برقرار کردن برای من مشکله. یعنی که همینجاست که من میگم شما که مال توی ریاضی و فیزیک هستید منو مایوس میکنی. عزیز من شما باز دارید همون حرف رو تکرار میکنید و فکر میکنید درسته. شما اصلا آمدید اینجا چرا؟ مثلا دوره ای که باید ببینید به جای 3 سال بشه 4 سال، ولی زندگی هم میکردید. چه اشکالی داره که اصلا به دکترا رو ول میکردید فوق لیسانس میگرفتید بعدا اصلا تصمیم من میگفت میکردم دیگه. نه نه قرار نیست کسی نه 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 ببینید عزیز، ما در دنیا به دلیل ندانستن نمیتونیم خودمون رو تبرئه کنیم. شما نمیتونید برید بگید من چراغ قرمز در چشم نمیدونستم چراغ قرمز نباید بریم. بنابراین اون یکی. دوم عرض من دقیقا همینه و بعدم برای شما نمیگم، من برای بقیه دارم میگم. عزیز ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، ما 168 ساعت وقت داریم. امروز پذیرفته شده که بین 30-50 ساعت با توجه به شرایط و وضعیت با درس خوند و کار کرد، ولی نه بقیهش رو. ولی خب شما عملا درگیر اون شدید. بعدم یه دوره ای هست که ازدواج یه چیزی مال 4 سالگی نیست، مال 54 سالگی هم نیست. داشتن بچه یه چیزیست مال یه دوره خاصی که معمولا دیگه بعد از 35 دچار اشکال میشه، 40 همینطور. نمیشه اینا رو از نظر نادیده گرفت، یعنی طبیعت رو که نمیشه انکار کرد. بعدم این چیزی نبوده که دوربر شما نباشه، صبح تو غروب دوربر بوده که این دوست پسر داره، اون دوست دختر داره، ازدواج کردن، بچه دار شدن، نمیدونم مهمونی سالگرد. آخه اینا چیزی نبوده که شما یک دفعه من خبر شدم یه چیزی هم به اسم ازدواج وجود داره. حالا اونا گذشته. علت این که عرض میکنم برای که هنوزم دارید همون بهانه ها رو میارید. شما الان 37 سالتونه به من بگید چیکار باید بکنید. اگر شما کسی هستید که تشکیل خانواده بچه رو واقعا دوست دارید، شما 90% زندگیتون رو دور اون بچرخه، نه درستون نه کارتون. خب اونا رو فقط در حد انجام کنم. چی عزیز؟ نمیدونم کار پیش میاد و مثلا با
باید همین مدرک دکترایی که میگیری مثلا کارهای مثلا آرندی پیش میاد دیگه، کار آرندی هم که وقت گیر است. بعد اسپین، اسپین هست هست عزیز من، با من چونه نزنید. اسپین بندگی و بردگی مدرنه، اسپین قبول کردن یه گزینه هست. سوار هواپیما شوی ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم، باید صبر کنیم تو هواپیما بشینه، ولی تو انتخابش بحثه. و بعدم ببینید عزیز، تفاوت مطرحه. مثلا با شما نمیتونم بحث کنم، بلکه من زندگی شما رو ندارم، ولی شما نمیتونستید تو زندگیتون بیشتر از 50 ساعت در هفته روی درس و کار بمونید، و اگر 50 ساعت میموندید 20 ساعت اضافه داشت، اون 20 ساعت هم با صرف بقیه زمینهای زندگی میکردید، از زمینه هنری، ادبی، دوستی، رفت و آمد، تفریح، سرگرمی. و برای یه آدمی اگر مدعی هستید ازدواج و تشکیل خانواده، خب من این کار میکردم، یعنی مثلا صرف وقت دوستی و مثلا با آدم ارتباط برقرار کردم میکردم، و تا حالا فکر میکردم که مثلا یک گزینه پیش میاد و مثلا یک گزینه خوب پیش میاد، ولی نمیدونم چرا این نمیشد هیچ وقت. من نمیدونم کی به شما مدرک دکترای فیزیک رو داده، منم منتظر بودم که احتمالا این دفعه فرض بفرمایید که سرعت نور یه دفعه مثلا یه 100,000 کیلومتر در ثانیه کم بشه. نمیدونم چرا نشد، به نظرم اومد خیلیه زیاد. میدونی آقای دکتر، ببین من هم میگم، من این دفعه کار پیدا کردم، انقدر استرس اکسپت کردن این کارو داشتم که میگفتم که من هدفم مثلا کارو مثلا تحصیل نیست، من هدفم خانواده بیشتر و بعد کار مثلا کنارش هستش. منم الان یک مدرک دکترا به عنوان دروغگو براتون میفرستم. شما عزیز با توجه گوش کنید، شما با توجه به آنچه که در کودکیتون گذشته، آرزوی یه خانواده خوب و ایدئال رو دارید، ولی بهش باور ندارید و بنابراین دنبالش نرفتید، و بنابراین معلوم درس و بهانه درس شما بهانه بوده و کارتون که مثلا توی مسیر افتادید که بقیه هم داشتن میرفتن، شما باید با اونا میرفتید. یعنی این چیزی نبوده که الان بره دوره دکترا بگیره بشینه بعد به بقیه بگه امتحان داریم، نه من میخوام برم پارتی، مثلا بقیه پیرون میمونن، تو اصلا چجوری به اینجا رسیدی؟ میفهممتون عزیز، ولی من دلم نمیخواد الان وقت رو از دست بدید، برای که زمان کوتاهی داری و بعدم یه تجزیه و تحلیل باید بکنید آیا واقعا شما میخواید ازدواج کنید یا نه. چون ببینید، من بارها و بارها رو خط رادیو اقلا میتونم بگم صدها بار آمدن که اشتیاق برای ازدواج شما دروغ بوده، میگم نمونه برجستش که امیدوارم اون بانوی عزیز من عزیز نه 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 نمی عزیز من عزیز من بانوی ارجمندی اومدن گفتن من 53 سالمه و من فرد مناسب پیدا نکردم، خوشبختانه کسی الان پیدا شده، ولی یه اشکال داره. من با این آدم میگم من حاضرم با تو ازدواج کنم، ولی من باید بذارم درس بخونم، من نمیتونم درس بخونم. بهش گفتم که ممکنه من بفرمایی شما از 18 سالگی تا 53 سالگی که میشه یه چیزی نزدیک 35 سال شما بعد از دیپلم چی خوندی؟ گفت هیچی. گفتم آخه شما 35 سال که آزاد بودی درس نخونی، حالا در 53 سالگی میخوای درس بخونید؟ مردی که پیدا شده میگه تو این سن وقت درس خوندن میخوای در... خب اینکه بازی و بهانه است. خب بگو ازدواج نمیخوام بکنم. من نگرانیم از شما اینه. ببینید عزیز، شما مثل اینکه شما برگردید به دوست یه کسی بیاد پلو شما بگه من خیلی دلم میخواست فیزیک و مثلا ریاضی بخونم یا دلم میخواست دکترا بگیرم، ولی خب دیگه کلاس نهم ول کردم. شما چی میگی؟ شما به من میگید خب بعد واقعا میخواستی. پس من قبول ندارم که میخواستی، برای که نکرده و نشده، برای که چیز عجیب و غریبی نبوده. بازم تکرار میکنم، من بحثی با شما ندارم، من بحثم با بقیه شنوندگان خوب عزیزه که مواظب باشن، برای که ما تو کار تراپی غالب اوقات آدم ها وارونه درست 100% عکس اون چیزی رو که میگن هستن. و بنابراین شما من میگی تو از فحوای حرفای من چی فهمیدی؟ میگم به صورت ناآگاه نه میخواید ازدواج کنید نه بچه دار بشید، چون اینقدر آسیب خوردید که فکر کنید اون شما رو از پا در میاره، و این اون چیزی بوده که قرار بوده شما میبردید با یه روانشناس خانم درستش میکردید. چون به نظر من آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. دلایل گفتم بارها، ژنتیک داریم، بیولوژیک داریم، فیزیولوژی داریم، نورولوژی داریم، روانی داریم، اجتماعی داریم، فرهنگی داریم، تاریخی داریم، مذهبی داریم، خانوادگی داریم.
این همه دلیل پشتشه. من اصلا نمیپذیرم کسی بگه من نمیخوام ازدواج کنم یا ازدواج نکردم. من اصلا نمیپذیرم یه کسی به من بگه که من بچه نمیخوام، مگر اینکه من بهش بگم یه جا آسیب دیدی، تویی که نمیتونی بدوی، تویی که نمیتونی بسکتبال و فوتبال بازی کنی، بلکه دو تا میخ زدی تو پات، دو تا میخ گنده توی پای تو، خب معلومه نمیشه. به اون خاطر، نه به خاطر اینکه تو علاقه به بسکتبال و فوتبال نداری. الانم عرض من به شما اینه که با یک کسی چک کنید، کوتاه مدت هم میشه فهمید آیا واقعا شما قصد ازدواج و تشکیل خانواده رو دارید یا اینکه نه این بازی رو ادامه میدید تا زمانی که خب دیگه 40 سالم شد دیگه، حالا نه کسی به اون صورت منم میخواد، اگه کسی هم بخواد میدونه من صاحب فرزند نمیتونم بشم یا فرزند داشت بشم میتونم خودم آسیب بینم، من فرزند آسیب بینم، پس موضوع منتفی شد، پس ما نشد، چون من همچین چیزی رو قبول ندارم عزیز. شما از 15 سالگی 22 سال میتونستید در ارتباط با یه مرد قرار بگیرید و روش حساب کنید، 22 سال که الان 37 سالتونه و بنابراین به من بگید من خانواده رو دوست داشتم. علت این که ازتون قبول نمیکنم به خاطر اینکه با بقیه حوادث و اتفاقات زندگیتون نمیخونه. کاملا متوجه مسئله درس هستم، کاملا متوجه یه رشته های سخت و بسیار سنگینی مثل فیزیک و آمار و ریاضی و اقتصاد هستم که بروز مشکل ترین رشته های دنیا است، مخصوصا یه حد اقل اگر از بهره او 620 کمتر باشی نمیکشی، همه اینا را متوجه هستم، ولی معناش نیست که من ناقص الخلقه بشم، یه سر بزرگی داشته باشم اندازه آدم، ولی دست و پای من 3 ساله و 5 ساله و 2 ساله باشن، نمیشه. برای که این ناقص الخلقه است که من صبح تا غروب باش با دوستان تحصیل کرده سر و کار دارم و توی شهری مانند لس آنجلس که این همه تحصیل کرده ایرانی است در رو به رو و چهره به چهره در گذشته یکی 2 سال اخیر که نه قبلش رو در رو بودم و دلم میخواد بهش توجه کنم. تو من میخواستم الان که تصمیم میگرفتم تقریبا یه هفته پیش که راجب این تصمیم کمی حرف بزنم، هم راجب کار هم راجب زندگی، که من 3 سال تو این شهری که هستم و رابطه جدی خب شکل نگرفته دیگه، بعد من میخواستم کارم رو ساده تر بگیرم که بیشتر به رابطه مثلا وقت بذارم، ولی این شکل نگرفت و احساس میکنم که دیگه نمیتونم مثلا اینجا پیش ببرم. برای اخیرا یک جاب رو اپلای کردم و اون تو یک شهری هم بزرگتره ولی کسی رو اونجا نمیشناسم، منتها انگار ارتباطات ایرانیاش اونجا بیشتر هستش و این جاب اکسپت کردم به و درآمدشم از این جابی که الان هم دارم بیشتر. الان همش استرس اینو گرفتم که من که اونجا نمیشناسم، حالا باید آدم ها رو بشناسم دوست پیدا کنم، یه کمی خیلی طول میکشه، بعد همین موضوع برای من آخه اصلا دلیلی نداره که شما نه صبر کنید عزیز. اولا ما درباره آشنایی اونقدر حرف نمیزنیم، شما قرار نیست کسانی عمه جان و دایی جان و خاله جان را بیفتن براتون شوهر پیدا کنه که بگید اونا ناشنانه. شما اگر یه محیطی برید، اگر قصد ازدواج با ایرانی دارید، یه محیط ایرانی نشینی که میشناسیم چه در کانادا چه در امریکا کجاست، تعداد ایرانی ها زیادتره و خوشبختانه مجامعی هم برپاست، خب میشه رفت اونجا آشنا شد. شما قرار خود اون آدم رو بشناسید، قرار نشد که خاله جان برای شما پیدا کنند یا عمه. بنابراین تردیدی وجود نداره، مثلا وقتی هم که کارتون هست شهر بزرگتری هست، ایرانی نشین هم هست، شما هم فکر کنید شاید ازدواجی بتونه صورت بگیره، پس بهتره که حتما برید. اینکه کسی رو اونجا نمیشناسم اون اونقدر اهمیتی نداره. بله، تو این مجامع ببینید عزیز، ما به صرف ایرانی بودن دور هم جمع میشیم. شما اگر در ایران باشید خب برید یه جا در این که با ایرانی در ارتباط باشید، مگر دلیل خاصی باشه. ولی وقتی که شما تو امریکا هستید، چه فرض کنید برید توی یه جایی که از 100 نفر 10 تا ایرانی، خب معلومه ایرانی دور هم جمع میشن، چه اصلا برنامه ایرانی باشه، خب معلوم ایرانی ها هستن. بعدم یه کسی که میدونه هدفش چیه، آمده برای آشنایی و یه دم درست عین شما به عنوان یه دختر خانم تحصیل کرده دوستان پسری هستن که کاملا تحصیلات عالیه دارن به دنبال همسر هستن، و بعدم درستش اینه که شما هم دیگه رو پیدا کنید و اصلا خوشتون میاد و بدون اینکه کسی دخالت کنه برای مدتی 5 تا 10 جلسه باشید تا بعدن یه مقدار آگاهی اگر مطمئن شدید به حال خبرش رو با دیگران در میون بذارید و نه دخالت اونا رو بخواید، برای که اون قواعد و اصول رو میدونیم درستش کدامه. بنابراین من راه دیگری وجود نداره، ولی شما تو همین شهری که هستید اگر بمونید که خب اینجا که میدونید خبری نیست، من
شمایی که فیزیک خوندید قصه احتمالات، من اصلا نمیدونم این تئوری لعنتی که اساس علمه کجای دفع غیب میشه در ذهن آدم. معلومه باید اون را قبول کنید. بله عزیز، شما اگر به من حرفتون اینه، با وجودی که توضیح خدمتون دارم، نه من واقعا خودم میدونم میخوام ازدواج کنم و صاحب فرزند بشم، الان زندگی اصلی شما اونجاست، اونی که با تعیین کننده کجا کار بگیرید، چه نوع کاری داشته باشید، اون با تعیین کننده باشه، برای که الان پرایوریتی و اولویت شما اونه. اصلا شما از نظر علمی، از نظر کار، از نظر جایگاه عقب بیفتید. خب بیفتید، شما 50 سال وقت من واقعا یعنی عقیدم بر همینه، ولی اینکه تصمیم درستی بگیرم اینو نمیدونم که تصمیم درستی. آخه ازم تصمیم درستی شما غلطه، تصمیم غلطی نمیگیری. اولا ما تو زندگیمون وقتی با ناراحت باشیم که انتخابمون بین بد و بدتره، ولی وقتی انتخاب ما بین خوب و بهتره چه جایی نگرانی. بعدم وقتی که ما داریم انتخابی میکنیم که برمیگرده به احتمالات ناشناخته، وقتی که شما در یه جا 100 تا آدمن، یه جا 1000 تا آدمن، احتمال اینکه فرد مناسب پیدا بشه تو 1000 تا بیشتره. به هر حال دنیای احتمالاته. از اون گذشته شما قرار نیست فقط به همین بسنده کنید. امروز هم سایتای هستن، یه راههایی هست، درسته توش بازی خیلی هم میتونه توش مسائلی باشه، ولی با یه ولی با یه دقت و ظرافتی میشه جهت و هدف ها رو مشخص کرد. فرض کنید اگر یه آدمی با تحصیلات عالی دانشگاهی مثل خودتون هست، اون که نیومده اونجا حق بازی کنه، سن و سالش هم در حد شماست، بین مثلا 35 تا 45. حالا خب یه همچین فردی تحصیلات عالی دانشگاهی داره، همینقدر که اونا هم که خیلی راحته وقتی برگشت گفت من دکترام از فلان دانشگاه گرفتم، که شما یک دقیقه بعد میدونید راست میگه یا دروغ میگه. و یه آدمی با یه چنین چارچوبی که دنبال این نیست که یه کسی رو گول بزنه، که چیکار کنه؟ اون اصلا احتیاج به گول زدن نداره، توی جامعه مانند کانادا یا امریکا داره زندگی میکنه. یعنی بنابراین مثلا نمیفهمم این صحبت شما، یعنی همین جوری میاد تصمیم درستی گرفتم. اینا مثلا شما تصمیمی نگرفتید، شما یه مقدار گرسنه‌تون بوده راه افتادید برید رستوران. اینکه من وسط راه بگم آیا من تصمیم درستی گرفتم، اینا اصلا چه معنایی داره عزیز؟ مگر گزینه دیگری هست؟ من گرسنه‌ام، اومدم از خونه بیرون دنبال رستوران میگردم برم یه چیزی بخورم، بعد پشت ماشین شک کنم میگم تصمیم درستی گرفتم یا نه. بنابراین همینجاست که من نگران میکنه که یه تیپی مثل شما شاید یه زمینه ای از استراب و استرس رو دارید که خیلی هم ناسازگار. خب روی این باید کار کرد، درست مثل این که شما متوجه بشید دستتون شکسته. خب نمیشه که با همین دست شکسته حرکت کردیم، خب اینم باشه، خب بردارم دستم هم شکسته. ولی چرا اونم بعض از اوقات یه سر کار مشکل عجیب و غریبه، در حالی که نیست عزیز. نمیدونم یه کمی ببینید، من 217 تا سی دی یا یو اس بی هست، از نظر من 130-140 تاش کاملا به درد شما میخوره، 120-130 تاش حتما. چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید نباید در زندگی زناشویی، عشق، انسان و عشق، یا تیپ های شخصیت. خیلی خوب، بنابراین شما اگر یه مقداری با اینا خودتون آشنا کنید، یه مقدار غریبه تو این زمینه ها نیستید. بعدم گفتم ما فقط میتونیم کار کوششمون بکنیم به این امید که نتیجه بده، ولی اولویت الان شما با توجه به سنتون ازدواجه، مثلا توش تردیدی نیست. و بعدم الان بنابراین جایی برای این دو دلیل یا تردید وجود نداره، و اون استدلال که من کسی رو نمیشناسم نشناسید. گفتم ما شما هم الان هر جای امریکا و کانادا برید باز کسی رو نمیشناسید، ولی همینقدر که یه جایی مثل ونکوور یا یه جایی مثل تورنتو، مخصوصا با توجه به اینکه این کووید 19 هم امیدوارم دیگه ظرف یک دو ماه آینده خیلی دست از سر ما برداره و یه ذره به حالت عادی روابط برگرده، ولی خب همه این ازدواجایی به تأخیر افتاده حرکت میکنه. من خودم وقتی در لس آنجلس کنفرانس ها بود، 200 نفر فرض کنید، حتی کنفرانس هایی که مربوط به عشق و ازدواج اینا نبود، 200-100 نفرشون اصلا آمده بودن برای که پسر و دختری پیدا کنن، برای که فکر کردن یه جایی 24 ساعت با هم هستن، یه ساعت و نیم کنفرانس، بعد یه 20 دقیقه بریک و تنفس، فرصتی به جهت آشنایی، آدم ها رو میشه دید، 8 هفته میشه مواظبشون بود، در شرایط مختلف بهشون توجه کرد، خیلی هم از این طریق آشنا میشن. یا فرض کنید سفرهای دریایی یا کروز ما، یا حداقل دو تا کشتی که چارتر بودی که 2400 یا 3400 تا ایرانی بوده، خب از توش ده ها ازدواج در آمد. دلیلش هم این است که آدمان همدیگر رو باید بتونن ببینن و پیدا کنن،
برای که ما ایران که نیست که دور بر اون باشه. خب یه همچین فرصتایی رو نمیشه از دست داد. وقتی که اولویت من اینه، وقتی که من به هر حال متوجه هستم که این الان کار اصلی و اساسی منه و به همینجاست که به نظر من دلیل نره خودتو نگران کنید، ولی در این حال همچنان توصیه من این است که با یه خانم روانشناس یه گفتگویی داشته باشید، چون شاید یه پیچ و تابایی در نگاه شما، نظر شما، فلسفه و جانبینی شما درباره مسئله رابطه و ازدواج و خانواده و بچه است. حتی این مقدار آگاه شدن به آنچه که مربوط به پرورش و تعلیم تربیته، یادم بدونه که اصولا چه موضوعا و مسائلی حتی اونجا مطرحه. کلیت به نظرتون باید ایرانی حرف بزنن یا خارجی؟ نه، من برمیگره به زبانتون، ولی بدون تعریف ببینید، پرسش برمیگره به این که خود شما ترجیحتون است که با یه ایرانی ازدواج کنید یا یه غیر ایرانی. اونم اگر غیر ایرانی باشه در کانادا، کانادایی باید باشه. شما نمیتونید دنبال یه اقلیت دیگه راه بیفتید، برای که اون وقت گرفتاریایی من دیدگاهم همین بوده، یا کانادایی یا کسی که به فرهنگ خودم نزدیک باشه، یعنی ایرانی. و بنابراین ایرانی همیشه من عرض کردم برای دوستانی که کانادا یا امریکا هستن یا اروپا هستن که چند سالی اونم اینجا باشه، نه اینکه کسی از ایران بیاری. تو صادرات و واردات زن و شوهر نمیشه هم‌هند کرد، اون کار درستی نیست. ولی مهم اینه که من چشم و گوشم رو باز کنم و فرض بفرمایید توی شهری که میرید اگر 20 تا برنامه هست، حتی بعضیش به شما مرتبط نیست، فرض کنید یه جمعی دور شدن درباره شعر یا موسیقی یا یه عده گروه مهندسین یا مثلا آرچیتکت، اصلا چون از این نوع مجامع وجود داره، یا دندان پزشکان یا پزشکان، خب منم میرم اونجا. شما پزشک نیستید ولی دلیل نداره که اونجا پیدا نکنید. برای فرض کنید آقای پزشکی خب دنبال همسر تحصیل کرده ای میگرده، اون که نگفته من فقط میخوام با پزشکا ازدواج کنم. تازه امیدش هم این است که تو این مجامع دیگران هم بیان. بنابراین وقتی شما از این فرصت ها استفاده کنید، منابع ارتباطیتون رو مشخص کنید، یه توجهی به اعلان ها داشته باشید. روزنامه ها و مجلات محلی هستن که این اعلان ها رو دارن، فقط اینو به همون خاطر اینکه کجا چه خبره دنبالش رو بگیرید. خب به هر حال یه احتمالی رو افزایش دارید، اونم برای کسی که کاری نکرده دفعه افزایش 10 برابر 20 برابره. همین کارو میکنم. فعلا تصمیمم این بود که برم اونجا، بعد یک چون نمیدونم چی اتفاق میفته، یکم از کار و اینا میترسم. ولی خود اون کسی که منو هایر کرد گفتم که من بیش از 8 ساعت کار نخواهم کرد و اصلا کار اولویت اول من نیستش، و اونا با این همه منو هایر کردن. بعد چیزی که هستش گفتم که خودم میگم که 6 ماه میدم اونجا کار میکنم ببینم کامیونیتی چه جوریه، میتونم ارتباط برقرار کنم یا نه، اگه نشود میرم یک شهر بزرگتر. از شما حتما میتونید ارتباط برقرار کنید، همینقدر که بخواید ارتباط برقرار کنید. چون ببینید عزیز، این درست به سین است که من بدونم شما دنبال کفش بگردید، من وقتی که بریم یه جایی که کفاشیه همدیگه رو پیدا کردیم. بسیاری از این روابط و این اجتماعات در یه جامعه مانند کانادا و امریکا برای یافتن همسر مناسبه. تازه گفتم از وسایل دیگه میشه استفاده کرد، برای که خود معلومه این اجتماعات آدم ها رو معرفی میکنه. شما در امریکا اولین محلی که آدم ها ازدواج میکنه، یعنی بزرگترین عامل ازدواج چیه؟ محیط کاره، بعدش محیط آموزشیه، بعدش مثلا خانواده و دوستانه. بنابراین معلومه که به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه اقلیت، تمام مراکزی است که به هر حال ایرانی ها به دلایل و بهانه‌های مختلف دور هم جمع میشن. حالا که مسئله نوروزه، بعدش 13 به دره، بعدش به هر حال اتفاقات دیگری است که اینجا اونجا میفته. به هر حال امیدوارم که آنچه که خیلی سلامتی داشته باشید. یک سوال کوچیکی داشتم، ببخشید. این اختلاف سنی که برای ازدواج شما میگید، که مثلا میگید برای 2-3 سال فرق داشته باشه، درست؟ نه من بحثم این نیست. حرفم این است که در دهه 20 حتی اکثر 5 سال، یا دهه 30 حتی اکثر 7 سال. یعنی وقتی تو 30 سالگی هست یا بزرگتر باشه، مشروط بر اینکه شما بتونید ثابت کنید که از نظر رشد روانی او خیلی جلوتره، شما از نظر رشد روانی کودکترید، که من اونو میتونم گواهی بدم. بنابراین ما شما رو میتونیم 33 و 32 از نظر روانی بدونیم، چون 4-5 سال این تفاوت هست. در حال حالا بگردید دنبال بهانه نگردید،
بعدم تازه شد میریم شناس میریم شناسنامه‌شو عوض میکنیم، دلیل نداره که بقیه بدون. من یه طرف مادری هم دارم، بعد آدمای جوانتر مثلا خالی اون باید مواظب باشید. نه دیگه از این بازی‌ها در نیارین، مادر نشین، چون هیچ کس از با مادرش عاقبت خوشی نخواهد داشت. اتفاقا سیدیای من که بشنوید بدترینش همینه که زن مادر بشه و مرد پدر، اون موقع است که هر دو تا پدر و مادر همدیگر رو در میاره. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. منم همینطور ممنونم از لطفتون، مرسی که این همه راهنمایی میکنید. خیلی خوبه که ما شما رو داریم. لطف دارید عزیز، ممنونم. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.